الان که داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم حدود 23-24 روز دیگه بیشتر تا ماه مبارک رمضان سال 1400 باقی نمونده. اگر میخواید یه صادرات موفق تو این ماه داشته باشید با من همراه باشید. سلام، سجاد غفاریان جم هستم، فعال اقتصادی و صادر کننده کالای ایرانی. این کانال جم اکسپورته. اینجا هستم تا راز و رمز یک صادرات موفق رو به شما آموزش بدم. پس با من همراه باشید. به صورت اختصاصی آموزش صادرات برای ماه مبارک رمضان و استفاده از فرصت پیش رو برای ماه رمضان سال 1400 هستش. اگر که میخواین از این فرصت باقی مونده برای صادرات تو ماه رمضان استفاده کنید و درآمد دلاری از صادراتتون داشته باشید، ادامه این ویدیو رو از دست ندید. اگر که تا الان تو کانال سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کنید، روی علامت زنگوله کلیک کنید تا ویدیو جدید منتشر کردم مطلع بشید. بهتون تو اول ویدیو توضیح دادم، میخوام در مورد فرصت‌های تجاری که تو ماه مبارک رمضان با توجه به کشورهای مسلمان اطراف ایران و همسایه ایران ایجاد میشه صحبت کنم. این کشورها مصرف کننده مواد غذایی هستند که در ایران تولید میشه و بالاترین نرخ صادرات رو در این یک ماه داریم و پس از پایان ماه مبارک رمضان این نرخ پایین میاد و به روال عادی خودش برمیگرده. پس برای اینکه درآمد دلاری داشته باشید و یه صادرات موفق داشته باشید، باید کالاهایی رو پیدا کنید که توی این ماه مصرف داره. بیشترین و عمده‌ترین کالاهایی که توی این ماه مصرف داره کالاهای گروه مواد غذایی هستند. این ویدیو برای کسانی هستش که تولید کننده و یا تاجر مواد غذایی هستند. اگر شما تاجر مواد غذایی هستین یا تولید کننده مواد غذایی هستین، این ویدیو به درد شما میخوره و اگر هم کسی رو میشناسید که تولید کننده و یا تاجر مواد غذایی هست، این ویدیو رو براشون ارسال کنید. 5 تا کالای گروه مواد غذایی داریم که بیشترین حجم صادرات رو در ماه مبارک رمضان به کشورهای همسایه خودش اختصاص میده که عبارتند از 1 خرما، 2 زعفران، 3 محصولات کشاورزی میوه تربار سیفیجات، 4 داروهای گیاهی و 5 عسل. کشورهای مستعدی که میتونیم ازش نام ببریم و این کشورها مصرف کننده صرف محصولات صادراتی ایران هستند، عبارتند از عراق، افغانستان، ترکیه، قطر، امارات، بحرین، عمان و تمامی کشورهای مسلمان همسایه ایران که اینها بیشترین مصرف و همچنین بیشترین تقاضای کالاهای صادراتی که نام بردن رو دارن. شما برای اینکه تو این ماه یه صادرات موفق داشته باشید، باید روی 1 یا چند تا از این کالاها و همچنین روی 1 یا چند تا از این کشورها تمرکز داشته باشید تا بتونید بهترین تصمیم و بهترین صادرات رو برای این ماه داشته باشید، تا بتونید از این درآمد دلاری که تو این ماه ایجاد میشه برای خودتون بهترین استفاده رو ببرید. حالا به تفصیل شروع میکنم در مورد این کالاهای صادراتی صحبت کردن و استانداردهای لازمه رو گفتن تا بدونیم چه کالایی برای چه کشوری مناسب هستش. اولین و بهترین محصول صادراتی که بالاترین تقاضا رو در ماه مبارک رمضان داره خرما هستش و همچنین محصولات جانبی خرما. بهترین مدل خرما برای صادرات مضافتی هستش و همچنین محصولات جانبی مثل چیپس خرما، مثل شیره خرما و بقیه محصولات یا بقیه مدل‌های خرما. البته مدل مضافتی که گفتم بالاترین درخواست رو داره و شما باید در بسته‌بندی‌های حدود 1 کیلوگرم اینو به بازار عرضه کنید و میشه گفت تمام کشورهای مسلمان اطراف ایران درخواست خرما رو داره. محصول بعدی که در رتبه دوم قرار داره که هم به عنوان رنگ دهنده و هم به عنوان طعم دهنده ازش استفاده میشه زعفران هستش. زعفران هم به تمام کشورهای مسلمان اطراف ایران در ماه مبارک رمضان قابلیت صادرات داره و باید در بسته‌بندی‌های 1 گرمی، 2 گرمی به بالا و همچنین مدل نگین و یا مدل سرگل صادرات داشته باشید. فقط اینو در نظر بگیرید که کشورهای همسایه ایران با واحدهای وزنی مثل مثقال که تو کشور ما یه واحد خیلی رواجی هست، مثل
یک مثقال، دو مثقال، نیم مثقال زیاد آشنایی ندارن و شما سعی کنین بسته‌بندیتون روی همون واحدهای گرمی باشه. رتبه سوم میرسه به محصولات کشاورزی. با توجه به اینکه یه سری از کشورهایی که توی همسایگی ایران هستن کشورهای گرمسیری هستن، محصولات کشاورزی، میوه، سیفیجات مثل هندوانه بهترین و بالاترین درخواست رو برای صادرات دارن. هندوانه صادراتی معروف به هندوانه B32. چرا بهش میگن B32؟ برای اینکه اون بذری که باهاش هندوانه کاشته شده معروف هست به B32 و به این اسم یا اصطلاحاً تو بازار نام گرفته. این هندوانه وزنش حدود تقریبا 6 کیلو به بالا هستش، بیزی شکل هستش و بهترین کالای صادراتی برای ماه مبارک رمضان به تمام کشورهای عربی همسایه ایران هستش. محصول بعدی که تو حوزه سیفیجات خیلی استقبال داره بادمجان هستش که بهش میگن بادمجان لامپی، که شکل خاصی داره که براتون شکلشو میذارم متوجه بشین. محصول سومی که تو حوزه کشاورزی و همچنین میشه گفتش که میوه و تره بار خیلی درخواست داره گوجه فرنگی هستش. گوجه فرنگی هم یه اسم خاص یا اصطلاح خاص داره به نام گوجه فرنگی متین معروف هستش، که این گوجه فرنگی به خاطر اینکه اون بذری که باهاش کشت میشه تولید کننده اون بذر شرکت متین هستش به اسم گوجه فرنگی متین معروف هستش. این سه تا محصول هم فوق‌العاده چه برای کشورهای عربی چه برای کشورهای مسلمان اطراف در ماه رمضان درخواست فوق‌العاده بالا داره. محصول بعدی که در رتبه چهارم قرار میگیره داروهای گیاهی هستش. البته باید توجه داشته باشید داروهای گیاهی که به حالت دمنوش میشه از اونها استفاده کرد، دمنوش‌های رفع تشنگی، دمنوش‌های رفع خستگی و انواع داروهای گیاهی که بشه به صورت دمنوش اونها رو استفاده کرد برای تمامی کشورهای همسایه ایران قابلیت صادرات در ماه مبارک رمضان رو داره. محصول آخر و یا رتبه پنجم میرسه به عسل، که یه محصولی هستش که با توجه به بالا بودن حجم بیماری دیابت در دنیا جایگزین شکر شده و با یک درصد ساکاروز متعادل قابلیت استفاده در ماه مبارک و صادرات در ماه مبارک رمضان رو داره. البته باید اینو در نظر بگیرید محصول عسل هر کشوری یک میزان ساکاروز و یا یک میزان استاندارد ساکاروزی برای خودش داره و با توجه به اون میزان استاندارد ساکاروز اعلامی شما باید محصولتون رو صادر کنید. بسته‌بندیش هم که به صورت شیشه‌ای هستش. در انتها اگر بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم به این صورت بیان می‌کنیم باید قبل از شروع ماه مبارک رمضان بیزنس پلن صادراتی این ماه رو داشته باشیم، تهیه کنیم و ببندیم. دومی که تمامی کشورهای مسلمان اطراف ایران مستعد صادرات هستند. سوم این که تو کشورهای غیر مسلمان که اقلیت مسلمان داره مثل روسیه، مثل آذربایجان، مثل ارمنستان هم درخواست کالای صادراتی که عنوان کردم هستش و شما باید با توجه به این کشورها و به این محصولها صادرات خودتون برای صادرات خودتون برنامه ریزی داشته باشید و مهمتر از همه این که شما لازم نیست رو تمامی این محصولات کار کنید. شما میتونید روی یک کشور و روی یک محصول کار کنید تا بهترین نتیجه رو بگیرید. مثل همیشه اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک رو فراموش نکنید و منتظر ویدیوهای بعدی من باشید. متشکرم. We'll be right back.